پخش فیلم مستند تهیه کرده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با سرمایه‌گذاری جانب ایران در قتل چهره‌های سرشناس تاجیک در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان واکنش‌های را به بار آورده است. نخست سفارت ایران در تاجیکستان در واکنش به پخش این فیلم گفت که این قضیه را بررسی می‌کند. خانم نظیفی یک مسئول بخش روابط با جامعه سفارت ایران در تاجیکستان روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت: اول قضیه را بررسی بکنیم، مثلا ببینیم چجوری هست، همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ایران را در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره سرشناس تاجیک از جمله سفرعلی کنجایف رئیس پیشین شورای عالی و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه در سالهای 90 متهم کرد. وزارت شام 8 آگوست در فیلم مستند 45 دقیقه‌ای ادعا کرد که این قتل‌ها با سرمایه ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی در فیلم مستند شهادت 3 گمانبر را نمایش داد که از آنها یاران حاجی حلیم نام برده می شود. هر کدام آنها در بازپرسی مقامات اعتراف کردند که در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده سلاح یک مدت به قم و گرگان و مشهد و تهران رفته صاحب شناسنامه ایرانی شدند. تقوی مراد اشرفوف، عبدالقادر عبدالله و سید مهردین قدرتوف جانبداران بازداشت شده حاجی حلیم با گرفتن دستور از او برای قتل سفرعلی کنجایف، آتاخان لطیفی، محمد آسیمی، یوسف اسحاقی، کریم یولداشوف، منهاج غلاموف، سیف افردی، سابق مفتی فتح‌الله خان و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه اقرار شدند. از قتل سفرعلی کنجایف راننده ماشین خدمتی او و محافظانش در 3 مارس سال 1999 در شهر دوشنبه 18 سال گذشته، ولی این جنایت تاکنون افشا نشده بود. خاصیت کنجایف و دختر سفرعلی کنجایف در فیلم مستند وزارت کارهای داخلی گفت که از بازداشت عاملان قتل پدرش خوشحال است. او گفت طول این مدت بعد تنتنه عدالت باور داشت و اظهار امید کرد که این افراد موافق عملشان جواب خواهند گرفت. عبدالقادر عبدالله معروف با تخلص رستمی نارکی که او نیز در قتل سفرعلی کنجایف گمانبر است گفت در ایران از او کیلر یا آدمکش تیار کرده بودند. همچنین جانبداران حاجی حلیم ادعا دارند که اشتباهاً اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدند، چون نمیدانستند این حزب یک سازمان تروریستی بوده از طرف ایران سرمایه‌گذاری می‌شود. شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران از کشورهایی بود که صلح تاجیکان را ضمانت داده است و اتهاماتی که در فیلم دیشب نمایش داده مطرح شده‌اند سال‌های را به میان آورده است. با گفته این کارشناس تاجیک، طبق قاعده‌های تفتیشاتی نخست این سوال مطرح است که با چه دلیل امروز جانبداران حلیم نظرزاده از ایران در قتل چهره‌های سرشناس گناهگار می‌شوند، چون سال‌های 90 مقامات اعلام کرده بودند که جنگیان گروه رضوان در قتل محمد آسیمی دست دارند، اما اکنون حلیم نظرزاده چطور از اون گمانبران دلیل ها گرفته شد گویا که اونها واقعا دستن در کارون صادر شدن همین گونه جنایت است؟ اینها شبه آور هستند و بدون جلب دیگر متخصصان بهای حقوقی دادن در همین شرایط با در نظر داشته گذشته ایام مشکلات وجود دارد. اما مهدی صابر کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به پرزیدنت تاجیکستان از اقدام حکومت کشور پشتیبانی کرد و گفت که مقامات در مورد تامین امنیت و ثبات تاجیکستان باید از این نحوه کار بگیرن. وای گفت حکومت برای بخاطر خودش بعضی چورا اندیشد. ایران شیوت ما ایرانی رو نشناختیم. اون چیزی که در فیلم اومده است همش واقعی است. ما باید برای بخاطر خودمون تمام چوره ها رو اندیشیم. از رو به رها کردن مردم خودمون و اون نفرایی که میخوان عملها رو کنن باید تمام چورا رو ببینیم. تاجیک هیچ وقت پیشی که سر خم نمیکنن. برخی کارشناسان دیگری تاجیک میگن پخش این فیلم با سود تاجیکستان و رابطه بعدی این کشور با ایران نیست. عبدالملک قادرov کارشناس مستقل تاجیک میگوید نمایش فیلم مستند در شام دیروز رابطه به این هم تیره دو کشور را سردتر می سازد. اولا اینکه در صنعت دیپلماتیا استفاده از چنین معرکه ها این نشانه فرادنوک بودن چنین یک معرکه است. یعنی که اون قواهایی که برای نمایش گذاشتن چنین یک فیلم مستند کوشش به خرج دادن اونا یک غرض های معین دارند که به منفیت تاجیکستان نیست. اما ظفر عبدالله اشاره دیگر میگوید از این اقدام تاجیکستان برمیاد که دوشنبه میخواهد اقدام های جدی تری دیگری نسبت ایران بگیرد. ایران یکی از طرف های صلح تاجیکان بود، چندی از چهره های شناخته مخالفین در این کشور پناهگاه یافته بودند. ایران در صلح تاجیکان نقش کلیدی می بازید و چند دور مذاکرات صلح در تهران برگزار شده است. از سوی دیگر معلوم نیست که مقامات دست داشتن حاجی حلیم را در این جرم ها و سرمایه گذاری ایران در قتل های پرسر و صدا سال های اخیر کشف کرد
کردن یا خیر. حاجی حلیم دو ده سال اخیر در مقام‌های بلند وزارت دفاع کار میکرد. تیر ماه سال 2015 مقامات تاجیکستان اعلان کردند که از تلاش تبادلات دولتی از سوی حاجی حلیم جلوگیری نمودند. در پی این فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور ممنوع و تروریستی اعلان شد. حالا معلوم نیست با نمایش این فیلم رابطه تاجیکستان ایران با کجا خواهد رسید.